جنگجویان گروه دولت اسلامی امروز بمباران حومه شرقی شهر کردنشین کوبانی را از سر گرفتند. این تصاویر این شهر از کنار مرز در داخل خاک ترکیه. کوبانی عمدتاً از سکنه خالی شده، اما جنگجویان کرد همچنان از آن دفاع می‌کنند. این دفاع آنها دیروز از شهر با سلاح‌های سبک علیه تانک‌های گروه دولت اسلامی. این در حالی است که تانک‌های ترکیه در کنار مرز عجله‌ای برای دفاع از کوبانی نشان نمی‌دهند. علی‌رغم سخنان نخست وزیر احمد داوودوغلو که امروز گفته است ترکیه اجازه نخواهد داد این شهر سقوط کند. ما نمی‌خوایم کوبانی سقوط کنه. ما از برادرانمون که از کوبانی اومدن استقبال می‌کنیم. امروز هم هر چی می‌تونیم برای جلوگیری از سقوط کوبانی انجام می‌دیم. پارلمان ترکیه دیشب با اکثریت بزرگی رأی به ورود ترکیه به کارزار نبرد با گروه دولت اسلامی داد. پارلمان همچنین به دولت اجازه داد که آسمان و پایگاه‌های نظامی ترکیه را به روی هواپیماهای ائتلاف باز کند. این تصاویری از مانورهای اخیر نیروهای ارتش ترکیه. مجوز پارلمان این کشور حالا بزرگترین ارتش منطقه را وارد کارزار می کند. اما نقش ترکیه فراتر از قدرت نظامیش است. ترکیه یکی از مهمترین راه‌های تدارکاتی و ارتباطی گروه دولت اسلامی با جهان خارج است و قطعاً این گروه را در محاصره قرار می دهد. مناطقی که اینجا به رنگ قرمز نشان داده شده مناطق تحت کنترل این گروه است. ترکیه همچنین نه تنها با سوریه که با عراق هم مرزی طولانی دارد، بیش از 1300 کیلومتر در مجموع. از رأی بزرگ پارلمان ترکیه خوشحالیم. ما به تبادل نظر و گفتگوهایمان با دولت ترکیه در مورد چگونگی اجرایی شدن این رأی پارلمان ادامه خواهیم داد. ما از این رأی استقبال می‌کنیم. امروز دولت استرالیا هم اعلام کرد که به جنگ می‌پیوندد. نخست وزیر استرالیا امروز گفت که هواپیماهای جنگی این کشور که در پایگاه هوایی در نزدیکی شهر دبی مستقر هستند و تاکنون پروازهای تجسسی و اطلاعاتی داشتند، حالا به عملیات حملات هوایی خواهند پیوست. او گفت نیروهای ویژه این کشور هم برای مشاوره دادن و کمک به نیروهای عراقی در عراق مستقر خواهند شد. نیروهای گروه دولت اسلامی اگر در کوبانی مشغول پیشروی هستند، در ربیعه عقب رانده شدند، شهری در کنار مرز سه کشور ترکیه، عراق و سوریه. این تصاویر تلویزیون کانال 4 بریتانیا از بمباران آخرین ساختمان تحت کنترل این گروه در شهر ربیعه به درخواست نیروهای کرد در اطراف شهر روز چهارشنبه. و این نتیجه آن